ansarkilib.ir تقدیم می کند. به ما به شما میگن آقا این نماز که میخونی تمرکز ذهن داشته باش، نماز که میخونی، نماز که میخونی حضور قلب داشته باش. لا صلاة الا به حضور القلب. نماز بدون حضور قلب قبول نیست. صحیح هست، یعنی به تو نمیگن چرا نماز نخوندی، اما قبول نیست، یعنی تو رو به جایی نمیبرد، خاصیتی برای تو ندارد. اون نمازی که ما میگیم الله اکبر، تا گفتیم الله اکبر، از این طرف گفتیم الله اکبر، اگه فرض کنید مغازه دار هستیم، مثل اینه که کلید در مغازمونو باز کردیم، حمد سوره رو میخونیم، اما دلمون تو مغازه، دلمون توی اداره، دلمون توی این برم که فلان ملک ما، دلمون دنبال فلان شهوت هست، فلان کار هست. یه وقتی متوجه میشیم که گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از بس هم زیاد نماز خوندیم قهران عادت شده است، اشتباه نمی کنیم، به طور خودکار از الله اکبر تا السلام علیکم میردیم، تمام می کنیم بدون اینکه هیچ بفهمیم، هیچ بفهمیم. و حالا اون که نماز باید درش حضور قلب باشد، باید درش تمرکز ذهن باشد. نگید نشدنیست، نخیر شدنیست، خیلی هم شدنیست، خیلی هم با عبودیت، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت. اگر شما کوشش بکنید در راه عبودیت قدم بردارید، واقعا میتوانید شما نمازی بخوانید که 5 دقیقه که نمازتون طول میکشد، در تمام این 5 دقیقه، در تمامش فقط متوجه خدا باشید. 10 دقیقه نماز بخوانید متوجه خدا باشید، اصلا ذهنتون از غیر خدا به هیچ چیزی منصرف نشود. 1/2 ساعت، 1 ساعت بعد مثل بعضی از اولیاء الله باشید که از اول شب تا صبح 1 ساعت عبادت کنید و ذهنتون به هیچ چیزی غیر از خدا التفات پیدا نکند. اون چنان غرق بشوید که حتی اگر بیان بیخ گوش شما داد فریاد هم بکنن شما نشنوید و نفهمید، متوجه نشوید، اینقدر متمرکز بشه ذهن شما. امام سجاد مشغول عبادت بود، یکی از بچه های امام از پشت بام افتاد، دستش شکست، ریختن زنها داد و فریاد کردن، جیغ کشیدن، آی دست بچه شکست، دست بچه شکست، بریم شکسته بند بیارین. رفتن شکسته بند آوردن، دست بچه رو بستن، بچه گریه کرد، زنها ناله کردن، افراد دیگه داد و قال کردن، تموم شد. تا بعد قضیه گذشت، امام بعد از 1 ساعت 2 ساعت من نمیدونم چقدر که از عبادت فارغ شد، آمد توی حیات، چشمش افتاد به بچهش، دید دست بچه رو بستن، نمیدونم شاید قدیم بود که دست به گردن میبستن، دید دست بچه رو بستن، دست بچه چطور شد؟ آقا بچه از بام افتاد، دست شکست، شکست بند آوردیم، دست بچه رو بستیم. در وقتی که شما مشغول نماز عبادت بودید، قسم خورد امام که اصلا من متوجه نشد. ممکنه شما بگید آقا این امام زین العابدین است، همه مردم که امام زین العابدین نمیشن. بنده خودم در عمر خودم افرادی رو دیدم، البته نمیگم در این حد و در این درجه، افرادی رو دیدم که برای من محسوس بود که از اولی که شروع میکنن به نماز تا آخر نماز چنون غرق در ذکر خدا و یاد خدا میشوند و چنون غرق در نماز میشوند که واقعا متوجه اطراف خودشون نیستن. و من دیدم چنین کسانی رو. العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، نتیجه عبودیت و بندگی اولین اثرش این تسلط است.